در پی بازداشت معترضان مسلمان کشمیر توسط نیروهای امنیتی هند سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله شیرازی با صدور بیانیه‌ای این بازداشت های سیاسی را به شدت محکوم کرد به گزارش شیویوز اخبار شیعیان جهان در بخش از این بیانیه آمده بازداشت های سیاسی معترضان و فعالان مسلمان منطقه کشمیر هندوستان را به شدت محکوم می کنیم و از مسئولانی که به این اقدام دست زدهاند می همه بازداشت شدگان را آزاد کنند و از سیاست های تبعیز نژاد که از ماهای قبل در پیش گرفتن دست بردارند. این سازمان اطلاع یافته از پس از انتخابات ملی که اخیرا برگزار شده مسئولان هندی طی یک حمله پاکسازی سیاسی و نجات پرستانه با هدف قلع و قمع مسلمانان منطقه کشمیر بیش از 75 تن از رهبران سیاسی و فعالان این منطقه را بازداشت کردند. سازمان جهانی نفی خشونت اقدامات مسئولان هندی را ناقض پرونده حقوق بشر و سخت نگران کننده می داند که این امر می طلبد حاکمیت هندوستان در تعامل و برخورد با مسلمانان تجدید نظر کند و جایگزین های دموکراتیک و تضمین کننده حقوق بایسته بشر را در برنامه های خود بگنجاند در چنین شرایطی سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری میخواهد برای افشای رفتارهای غیر انسانی و ضد بشری که بر علیه ساکنان منطقه کشمیر هندوستان با انگیزه های سیاسی اعمال می شود تمام ابزارها و راهکارها را به کار ببندند و در راه متوقف کردن این نقض حقوق ها بکوشند و آثار و فرجام دردناک آن را بر افراد و تشکلهای مسلمان و غیر مسلمان موجود در کشمیر از نظر دور ندارند